درود فراوان. کشور هند میشه گفت شبیه هیچ کجای جهان نیست و همون جوری که میگن واقعا کشور 72 ملته، چون انقدر اقوام و رسم و رسومات عجیب داره که نگم براتون. بعد دیدن این ویدیو عمق فاجعه رو متوجه میشید. مردم تو هند با سگا ازدواج میکنن، برای اینکه گناهانشون بخشیده بشه روی زغال داغ را میرن. هندی ها گوشت گاو رو نمیخورن چون میگن مقدسه، ولی ادرار گاو رو میخورن و باهاش ظرف میشورن چون اعتقاد دارن تبرک میکنه. لطفا قبل از اینکه ویدیو رو ببینید برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید و چنل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. ممنونم از حمایتتون. خب برمیگردیم به ویدیو و 8 مورد از عجیبترین آداب و رسوم هندوستان رو براتون شرح میدم که برگاتون بریزه. رسم اول، راه رفتن روی زغال داغ. هندیا باور دارن با این کار از خودگذشتگی خودشونو به خداشون نشون میدن. در هند برای اینکه گناهانشون بخشیده بشه روی زغال داغ راه میرن و همچنین برای برآورده شدن آرزوهاشون هم این کارو میکنن و اعتقاد دارن اگه از پس این کار بر بیان و سالم بمونن توی این کار آرزوشون برآورده میشه. رسم عجیب بعدی هندیا داخل ازدواجه. اینا داخل ازدواج همه چیشون برعکس کل جهانه. مثلا هندیا انگشتر ازدواج رو به جای دست داخل پا میکنن. عروس تو انگشت دوم پاش و دامادم تو شست پاش انگشتر رو میکنه. این رسم نشان از وفادار بودن به همسره و با این کار وفاداری خودشونو به همسرشون ثابت میکنن. لباس عروس هم داخل هند سفید نیست بلکه قرمزه، چون رنگ قرمز برای اونا به معنی عشق آتشین و تولد دوباره است. و از لباس سفید فقط توی مراسم‌های عزا استفاده می‌کنن که احتمالاً خودتون هم توی فیلم‌ها دیدین. قضیه از اینجا عجیب‌تر میشه که تهیه جهیزیه، خرج و مخارج عروسی و همه اینا به عهده خانواده عروسه و حتی عروس به داماد مهریه هم میده. شاید باورتون نشه ولی میگن اگه خانواده داماد از جهیزیه و تشکیلات عروس راضی نباشن، آبروشون میره و عروس رو زنده زنده می‌سوزونن. عروس سوزی داخل کشور هند به 2500 مورد در سال رسیده. البته جدیداً مامورا به شدت با این موضوع دارن مبارزه میکنن. در بعضی خانواده ها هم مستقیم عروس رو نمیسوزونن بلکه اینقدر اذیتش میکنن تا بنده خدا بره خودش رو بکشه. رسم عجیب بعدی در هند، ازدواج با حیوانات مثل سگ. ازدواج با سگ یکی از رسمای مسخره هندی است که افراد خاصی در هند باید با سگ ازدواج کنن و براش کلی فلسفه هم دارن. اونا معتقدن وقتی که شیطان وارد بدن شخصی بشه اون فرد دیگه ناپاکه و نباید با یه انسان سالم ازدواج کنه، چون اون شخص هم ممکنه آلوده کنه و باعث سیاه‌بختیش بشه. برای همین اول با سگ ازدواج میکنه تا آلودگیش و نحسش از بین بره، بعد دیگه میتونه با یه آدم عادی ازدواج کنه. به جز سگ، هندیا به گاو هم خیلی علاقه دارن. اونا معتقدن جون یه گاو خیلی با ارزش‌تر از جون یه آدمه. هندیا گاوها رو مقدس‌ترین حیوانات جهان میدونن و حتی اونا رو میپرستن و هر جا که بری مجسمه گاو و عکس گاو رو داخل هند میبینی. در هندوستان طبق آمارها 283 میلیون گاو وجود داره و وای به حال روزی کسی که به گاوا بی احترامی کنه. در هند اگه یه گاوی وسط خیابون بیسته و صد معبر کنه، کسی حق بوق زدن و اعتراض بهش نداره و باید صبر کنن تا خودش رد بشه و بره. و حتی گاوا میتونن از سبزی ها و میوه های داخل مغازه ها بخورن و فروشنده ها هم نباید اعتراض کنن. هندی ها اعتقادات عجیبی دارن. مثلا اعتقاد دارن که ادرار گاو برای درمان اگزما و سرطان مفیده و برای درمان اینا ادرار گاو رو می نوشن. مردم هند برای اینکه تو زندگی سعادتمند و خوشبخت بشن روی زمین دراز میکشن تا گله های گاو از روشون رد بشن و اعتقاد دارن اگه پای گاو بهشون بخوره از خوششانسیشون بوده. هندیا همین نوع اعتقادات رو به موش ها هم دارن و یه معبد مخصوص موش ها هم درست کردن که صدها یا بلکه هزاران موش اونجا وجود داره. مردم وقتی به این معبد میرن برای موش ها غذا میبرن و وقتی موش ها غذاشون رو خوردن، مردم از پس مونده غذای موش ها میخورن. توی این معبد 10 تا موش سفید هم وجود داره که مردم معتقدن اگه یکی از اونا حتی از کنار شما رد بشه، دیگه شما یه فرد خرشانسین و باید منتظر باشید تو زندگیتون یه اتفاق اسمی و خوب براتون بیفته. هندی ها اعتقاد دارن اگه مال و اموالشون رو به میمونا ببخشن، نعمت و فراوانی وارد زندگیشون میشه. خب این اعتقاداتی بود که مربوط به حیوانا بود. بریم سراغ اعتقادات عجیب بعدی. رسم عجیب گیاهخواری در هندوستان. تقریبا بیش از یک سوم هندوستان گیاهخواره و اونایی هم که گوشت خورن جلوی جمع گوشت نمیخورن و یه جورایی از این که گوشت حیوانا رو میخورن احساس عذاب وجدان دارن. شهر پالتیانای هند همه مردمش به صورت کامل گیاهخوارن. توی این شهر هیچ قصابی پیدا نمیشه و هیچ نوع ذبحی صورت نمیگیره. در این شهر گوشت ماهی، مرغ، گوسفند یا هر چیز دیگه‌ای کنسل و حتی تخم مرغ هم نمیفروشن و از محصولات حیوانی فقط شیر و پنیر و کره میخورن.
دلیلش هم اینه که مردم این شهر مذهبی به اسم جاینیزم دارن. پیروان این آیین معتقدن نباید توی دنیا به هیچ حیوانی ظلم بشه و نباید هیچ حیوانی کشته بشه. شاید براتون جالب باشه این آیین جاینیزم و بوداییزم و اینا مال مثلا 3-4000-5000 سال پیشن، ولی اسلام مال 1000 سال پیشه. که میگه من بهترم. دیگه نمیدونم کدومش بهتره. به نظر شما کدومش بهتره؟ چه دینی بهتره؟ رسم عجیب بعدی اینه که داخل هند خیلی‌ها توی خونه‌شون دستشویی نمی‌سازن. 600 میلیون هندی هستن که توی خونه‌شون توالت ندارن و هر گوشی کناری میرسن کارشون رو میکنن. حتی اگه دستشویی عمومی گیر بیارن، چون در و پیکر ندارن معمولا جلوی دیده همه باید کارتو بکنی. توی محله‌های فقیرنشین هم که نگم براتون، وسط کوچه داخل همون فاضلابا کارشون رو میکنن و همه جا بوی گند میده. رسم عجیب بعدی هندیا اهمیت دادن بیش از حد به تمیزی مو. برخلاف رسم دستشویی، هندیا به موهاشون خیلی میرسن. مثلا این شامپوهایی که ما الان استفاده میکنیم هندیا 700 سال پیش اونو اختراع کردن. اصلا خود کلمه شامپو هم از زبان هندی اومده و به معنای ماساژ و تقویت موها با مواد گیاهیه. اینم بگم که خانومای هندی عاشق طلا هستن و اکثرشون مقدار زیادی طلا دارن. 11% طلای کل جهان دست زنای هندیه. میگن طلایی که دست زنای هندیه 950 میلیارد دلار ارزش داره. این رقم اگه تو ماشین حسابم بزنی مطمئن باش هنگ میکنه، پس نزن. رسم عجیب بعدی مربوط به فرقه از هندی هاست که 40 سال یه دستشون رو بالا نگه داشتن. یه دسته از افراد به نام سادو در هند به عنوان مرتاد یا آدم های مقدس در هند شناخته میشن. این افراد به اختیار خودشون کل زندگیشون رو بیخیال میشن و کل عمر ریاضت میکشن و اشغال میذارن کنار. سادوها حتی پول در نمیارن، کار نمیکنن، فقط یه گوشه میشینن و کل روز رو برای مردم دعا میکنن و زندگیشون رو با غذاهایی که مردم مخیرین برای اونا میارن سپری میکنن. عجیبترین کاری که این سادوها میکنن اینه که اونا یه دستشون رو به مدت 40 سال بالا نگه میدارن تا از کار بیفته. اونا این کار رو برای اثبات وفاداریشون به شیوا میکنن. شیوا یکی از خدایان هنده. سادوها 2 سال اول خیلی درد میکشن، اما بعدن دستشون از کار میفته و گردش خون داخلش به قولن تموم میشه و دیگه هیچ وقت نمیتونن اون دست رو پایین بیارن. رسم عجیب بعدی همون توی کثیف‌ترین رود دنیا، یعنی رود گنگ. این رود توی شهر وارانسی هند قرار داره. این رود دومین رود بزرگ جهانه. کارخونه ها ضایعات، پسمونده های صنعتی و فاضلاب‌ها رو داخل این رود میریزن. همچنین لاشه آدمای مرده، خاکستر مرده ها و هر چیزی کثیفی که فکرشو بکنی داخل این رود هست. اما مردم هند معتقدن این رود چون از شهر مقدس میگذره و به بهشت میرسه پس پاکه و داخلش حموم میکنن، غسل میکنن و حتی از این آب میخورن و معتقدن با این کار گناهانشون بخشیده میشه. هندی ها شهر وارانسی رو دروازه بهشت میدونن و روزای آخر عمر همه چیزشون رو جمع میکنن و به این شهر میرن. مردم هند مردن توی این شهر رو مقدس میدونن. هندی ها معمولا وصیت میکنن بعد از مرگ جسدشون رو بسوزونن و خاکسترش رو توی رود گنگ بریزن تا به قول خودشون زودتر به بهشت برسن. خب دیگه دارم از حماقت اینا عصبی میشم. لطفا نظرتون رو در مورد این هندی ها بنویسید و کانال ما رو هم سابسکرایب کنید. دمتون گرم، خدافظ.